سلام به ایزیرنی های عزیزم، خیلی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید از کانال من. امروز من بهتون یک روشی رو آموزش بدم که قبلا یک بار در رابطه با این روش ویدیو ساختم داخل کانال، اما خب چون اون موقع خیلی دیگه وضعیت اینترنت ها خرابتر از الان بودش، خیلی بازدید زیادی به دست نیاورد و اون جوری که باید نتونست به بازدیدی که باید رو به دست بیاره، چون که واقعا روش فوق العاده ایه و واقعا روشیه که خیلی خیلی به درد بخور هستش و خیلی ها میتونن ازش درآمد خوبی داشته باشن و کلا روش خیلی هوشمندانه یه دوستان. و گفتم که بیام یک ویدیوی جدید در رابطه باش درست بکنم. البته این ویدیو شبیه به همون ویدیو هستش، ولی خب یک سری تغییرات خیلی مهمی هم داخلش ایجاد شده. حالا آپدیت هایی که این جور سایت ها دادن و کلا خیلی تغییر انجام شده داخلش که اگر اون ویدیو رو دیده باشید قبلا، بهتون پیشنهاد میکنم دوباره این ویدیو رو هم ببینید. دوستان لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه، حمایت و انگیزه بسیار بسیار بزرگی به من میده داخل این شرایط بد. و دمتون حسابیم، بدون معطلی بذاریم سراغ آموزش امروزمون. خب دوستان، همونطور که میبینید من الان وارد پلتفرم اول شدم. اولین پلتفرمی که ما باهاش کار داریم و کلا پلتفرم بیسی که ما باهاش کار داریم پلتفرم kit.co هستش. ببینید دقیقاً همین مدلی نوشته میشه، kit.co. این رو که سرچش بکنی یه همچین سایتی برای شما باز میشه دوستان، که یک سایتیه که خب حالا خیلی جالبه. یعنی الان جلوتر که بریم کامل بهتون میگم که دقیقاً چه کاری میشه داخلش انجام داد و کلا به چه دردی میخوره بچه‌ها. ببینید شما اول اصلا یه دونه اکانت میسازید، ساخت اکانتش خیلی ساده است. با یه دونه اکانت گوگل میتونید این کارو انجام بدید. وقتی یه اکانتتون رو ساختید وارد یک همچین صفحه میشید. این بالا ببینید یک سری اطلاعات برای شما آورده، مثل حالا نوتیفیکیشن هاتون، اگر حالا پیامی داشته باشید یا هر چیزی. این قسمتی که گزینه‌ای داره به یک حالا حالت به اضافه هستش، اگر روش کلیک بکنید اینجا باید روی گزینه create a new kit بزنید و که بتونید یه دونه کیت جدید درست بکنید. حالا این کیتی که میخوایم درست بکنیم چیه؟ ببینید من برای مثال میام اینجا مینویسم که فیتنس رو اشتباه نوشتم. برای مثال من میام اینجا همون فیتنس رو مینویسم اینجا فیتنس کیت. خب یعنی یک کیتی که در رابطه با فیتنس هستش. بعدش هم اگر بخواید توضیحی میتونید در رابطه با این کیتتون بدید، یا یعنی اینکه بیاید از هشتگ های مختلف استفاده بکنید. خوشم نوشته میگه از هشتگ استفاده بکنید تا بتونید حالا این کیتی که دارید درست میکنید بازدید بیشتری به دست بیاره. خب من روی نکست میذارم، حالا فعلا چیزی نمیخوام بنویسم. حالا شما باید بیاید چیکار بکنید؟ باید بیاید برای این کیتی که درست کردید یک سری محصولاتی بهش اضافه بکنید. یعنی انگار ما داریم میخوایم یک پکیج کاملی رو درست بکنیم که این پکیج توش انواع محصولات مرتبط به فیتنس رو داره. یعنی مثلا هر کسی که بخواد ورزش رو آغاز بکنه میتونه بیاد این محصولات رو خریداری بکنه. من میام چیکار میکنم؟ میام اینجا نوشته که add a product to your kit. اینجا باید میام سرچ بکنم دیگه. خب میام همین فیتنس رو سرچ میکنم. خب رنگ گزینه میزنم تا سرچ بکنه و چیزهای در رابطه با ورزش رو پیدا بکنه. خب برای این مثال یه دونه ساعت ورزشی من میام اد میکنم توی حالا چیزم، اون کیتی که دارم. ببینید خیلی راحت دوباره مثلا میتونم بیام اینجا فیتنس رو بنویسم. من هی فیتنس رو دارم اشتباه مینویسم. خب من دوباره بیام فیتنس رو بنویسم، هر کدوم از اینا که خواستم اد بکنم. مثلا ببینیم دیگه چی داره. خب یه دونه از این دستگاه ها داره که حالا مثلا میشه باش ورزش کرد. خب این رو هم میام اد میکنم، اد تو کیت رو میزنم و همینطوری میتونید به محصولات مختلف رو توی این کیتی که دارید درست میکنید اد بکنید که بتونید یه جوری یک پکیج خیلی کاملی آماده بکنید و درست بکنید که هر کسی که خواست مثلا ورزش بکنه، ورزش رو آغاز بکنه یا هر چیزی، بیاد از این حالا پکیج شما استفاده بکنه، از این کیت شما استفاده بکنه. یه دونه دیگه هم حالا مثلا اد میکنم، این به نظرم مناسب هستش، چیز حالی به نظرم باید باشه. خب روی اد تو کیت میزنم و یکم حالا صبر میکنم تا برای من اد بشه. دوستانم تو کیت رو حالت ادینگ هست و خیلی راحت اومد برای من اد شد. به همین سادگی الان روی گزینه ویو کیت اگر بزنم و یکم صبر بکنم، ببینید نوشتش که الان کیت تو آماده هست، همه چی اوکیه. اگر بخواید میتونید شیرش هم بکنید، اگرم نه همونطور که میبینید اینجا خودش برای شما قرار دادتش و لینک کیت شما هم اینجا هستش. میتونید خیلی ساده روی این گزینه کلیک بکنید و لینکش رو کپی بکنید، یا اینکه اینجا بزنید، اینجا کپی لینک تو شیر رو که بزنید لینک شما خیلی راحت کپی میشه و هر کسی که بخواد میتونه بیاد از این محصولات خریداری بکنه و از آمازون هم خرید میکنه. یعنی شما فقط دارید محصول رو بهش معرفی میکنید و بابت خریدی که انجام میده شما میتونید خیلی راحت کمیسیون به دست بیارید و از این طریق درآمد کسب بکنید. خب در قدم بعدی زمانی که کیتتون رو اومدید آماده کردید دوستان، میاد چیکار میکنید؟ میاد خیلی
راحت. اینجا ببینید یک سایتی رو من الان باز کردم، البته سایت که نه، یک پیج اینستاگرامی رو من الان اومدم باز کردم که شما توی این پیج اینستاگرامی میتونید یک سری اطلاعات ورزشی رو بنویسید. خب این اطلاعات حالا کمک میکنه به آدم که مثلا بدون کالری هر چیزی چقدره، چه میدونم کربوهیدرات چقدره، پروتئین چقدره، هر چیزی که فکرش رو بکنید رو اینجا برام نوشید. ببینید برای مثال من میام اینو انتخاب میکنم، حالا الان پیجی که من دارم ازش استفاده میکنم یا بیام بالا، این پیج هستش، فیتنس تیپسه که میدونم. خب اونقدر فالوور نداره اما برام اهمیتی نداره، ما فقط میخوام یک پست شبیه به همین پستایی که خودش درست میکنه ما هم درست بکنیم. میام روی این گزینه کلیک میکنم، پستش رو میبینم، همونطور که میدید اینجا الان پستش برای من قرار داده شده و اینجا نوشته که آلماند و بنانا، یعنی هم حالا مثلا برای بادوم رو نوشته و هم برای موز رو اومده اطلاعاتش رو کامل اینجا نوشته و مثلا میگه که اینو اگه اینو بخوری چقدر کالری به دست میاری، اگه اون یکی بخوری چقدر کالری به دست میاری، همه این توضیحات رو اینجا توضیح داده دوستان. اما کاری که شما باید انجام بدید چیه؟ بیاید یک عکسی شبیه به همین عکس درست بکنید. خب این عکس رو که 100% ما نمیخوایم استفاده بکنیم چون اینجا وسطش یک لوگویی نوشته شد، اما برای ساختن همچین عکسی کار ما خیلی راحت است. فقط کافیه که بیاید وارد پلتفرم کنوا بشید، همونطور که میدونید و داخل خیلی از ویدیوام در رابطه باهاش صحبت کردم. وقتی که وارد کنوا شدید میاد اینجا پینترست رو سرچ میکنید، یعنی به ابعاد پینترست میخواید استفاده کنید، پینترست پین رو انتخاب میکنید که یک فضای خالی بهتون بده با ابعاد پینترست که هر تغییری که دوست داشته باشید توش ایجاد بکنید. حالا یک سری قالب های آماده هم برای شما داره که میتونید به صورت کاملا رایگان از این قالب های آماده هم استفاده بکنید، یعنی خیلی هاشون رایگان، ببینید اینایی که کنارشون پرو اینا نداره کاملا رایگان هستن، میتونید از اونها هم استفاده بکنید. اما نه، اگر از قالب نمیخواید استفاده بکنید اینجا میتونید روی گزینه create a blank pinterest pin بزنید تا بتونید خیلی راحت یک فضای خالی رو به دست بیارید. حالا زمانی که این فضای خالی رو به دست آوردید خودتون دیگه خیلی راحت میدونید بچه‌ها ساختن این الان خیلی کار ساده ایه. فقط تنها کاری که لازم انجام بدید اینه که بیایید اول از همه این اطلاعات رو بنویسید، بعد عکس یه دونه موز با یه دونه بادوم رو قرار بده داخلش. ببینید برای پیدا کردن این عکس ها توی خود پلتفرم پینترست میتونید بیاید سرچ بکنید. ببینید من مثلا اینجا بنانا رو سرچ بکنم، خب میبینید خودش برای من میاره. اینجا بخش گرافیک داره، فوتو داره، ویدیو داره. فوتوز رو که حالا الان اگر اینترنت یاری بکنه و برای من باز بکنه کاملا بهتون نشون میدم که خیلی راحت عکس های هر چیزی که فکرش بکنید رو میتونید اینجا پیدا بکنید. خب همونطور که میبینید اینجا برای من الان آورده و هر کدومی که دوست داشته باشیم میتونید انتخاب. مثلا من میام اینو انتخاب میکنم که بک‌گراند هم نداره، به نظرم خیلی بهتر هستش بچه‌ها. خب میام اینجا قرارش میدم به همین سادگی، یه دونه این ور قرار میدم، حالا یه دونه بعد بادومم بیام اینجا قرار بدم دیگه بچه. بادومش میشد آلموند. خب میام اینجا بادومم مینویسم، خب به همین سادگی ساب میکنم تا فوتوهاش یا همون عکساش برای من لود بشه. اونطور که میبینید همه مدل عکس ها رو داره، فقط حواستون باشه که پرو نباشه بچه، یعنی که عادی باشه که حالا شما هزینه لازم نباشه بابتش پرداخت کنید. روی سیال هم که بزنم همه عکس ها رو میاره. اگر دقت کرده باشید این عکسی که الان اینجا برای ما گذاشته بچه ها عکسی هستش که همینجا هم داره استفاده میشه، یعنی حتی خود اون فرد هم اومده با همین پلتفرم کنوا عکسش رو درست کرده. بچه‌ها از این پرو هم میتونید استفاده بکنید، اما خب واترمارک داره، یعنی اینجا روبروش یه دونه کنوا نوشته شده و یعنی خیلی راحت میتونید به صورت کامل رایگان هم دانلودتون رو انجام بدید. حالا ما میام مثلا این پرو استفاده میکنیم، اون کنوایی هم که اون وسط نوشته اونقدر تو کار ما تأثیری نداره و مشکلی هم نداره، میذاریم باشه. خب حالا میام چیکار میکنیم؟ میام اینجا خیلی راحت روی گزینه تکست میزنیم، اد هدینگ رو میزنیم و میام اینجا اطلاعات رو مینویسیم. اول از همه خب من بیام این بالا بنویسم که این بنانا یا همون موز ما هستش که اینجا قرار داده شده. خب حالا همین رو میام کپی میکنم، این ورش هم مینویسم که این هم آلمانس هستش. خب به همین ساده. حالا من میام این رو اونتش رو بذارید بچه ها بزرگ بنویسم. خب این هم از این، یکم حالا کوچیکترش میکنم اونو که این جا بشه کامل بله یک سطر. خب به همین سادگی الان اومدم همین چیزی درست کردم. حالا میتونم بیام چیکار بکنم؟ میتونم بیام دوباره این پایین متن بنویسم و خیلی راحت اطلاعات اینها رو دونه به دونه وارد بکنم. ببینید به همین سادگی میام اینجا مثلا مینویسم که خب کالریش چقدره، یعنی مقدار کالری که داره چقدره. ببینیم چقدر بود، 116. خب 116 خیلی راحت اینجا مینویسم، اینجا قرارش بده. میام توی خط بعدی، خط بعدی چی باید بنویسیم؟ فتش. فتش رو می‌نویسیم اینجا همین سادگی. بچه ممکنه ویدیو یک مقدار
طولانی بشه، اما خب ارزشش رو داره و مشکلی نداره. یعنی هر سوالی اگر براتون پیش بیاد موقع ساختنش، دیگه خیلی راحت حالا با دیدن این ویدیو که من دیگه اینجاهاشو چون کات نمی‌کنم میذارم باشه، خیلی راحت اون سوال براتون برطرف میشه که بدونید مثلا کجا باید چه کاری رو انجام بدید و خیلی راحت میتونید این کارونو بکنید. حالا بیاید چیکار می‌کنید دوستان؟ میایید اینها رو به همین سادگی کنار هم دیگه قرار میدید و خب اطلاعاتش رو 100% باید درست بکنید دیگه. مثلا اینجا کالری های بادوم چقدر بود؟ 124. میاد اینجا مینویسید که 124 و همینطوری میاد تمامی اطلاعات رو خیلی راحت پایینش میرسید. حالا اگر بخواید میتونید رنگش رو عوض بکنید، میتونید بهش افکت بدید. ببینید مثلا من الان بخوام اگر یه دونه افکتی بهش بدم، میتونم بیام این کار رو بکنم و به همین راحتی ببینید همچین حالتی میتونم مثلا بیام براش درست بکنم. زمانی که همه این کارا رو تکمیل کردید، روی گزینه شیر میزنید، روی دانلود میزنید و اینجا میتونید به صورت کاملا رایگان دانلودش بکنید. البته ببینید بچه، من اونجا بهتون گفتم که این عکس بعدا ما به مشکل میخوریم و واقعا هم به مشکل خوردیم. الان نتونستیم رایگان دانلودش بکنیم، ولی هیچ مشکلی نداره. ما میایم از عکسای رایگانش استفاده میکنیم. مثلا این عکس هم خب رایگان هستش، پس من میام از همین استفاده میکنم. به همین راحتی اینو اینجا قرارش میدم. حالا بچه‌ها الان برای من خیلی زشت شد. شما نباید انقدر بی سلیقه کار بکنید، شما خیلی باید وقت بیشتری بذارید. چون من نمیخواستم ویدیو خیلی طولانی بشه، دیگه سریع اومدم همه این کارا رو انجام بدم. خب شما باید خیلی تمیزتر و زیباتر از این کارو انجام بدید. همچین حالتی مثلا باشه، خیلی مرتب و راحت تونید این کارو بکنید. بعد میاد روی گزینه شیر میزنید، روی دانلود میزنید، اینجا دانلود رو دوباره کلیک میکنید روش تا به صورت کاملا رایگان برای شما دانلود بشه. حالا زمانی که عکستون دانلود شد، اینجا میایید وارد پینترستتون میشید، روی این گزینه به اضافه کلیک میکنید، اینجا پین رو انتخاب میکنید تا بتونید یه دونه پین پینترست درست بکنید دوستان. خیلی ساده. بعد میاید عکستون رو این قسمت آپلود میکنید و توضیحاتی رو مینویسید. مثلا توضیحاتی که مینویسید چیه؟ مثلا almonds versus banana. یعنی مثلا بادوم در برابر بنانا، همون موز، به همین سادگی. و بعد میاد اینجا یک سری توضیحاتی رو در رابطه با پینتون اگر بخواید میتونید بنویسید. پایینش هم میاد یک لینکی رو وارد میکنید. لینکی که وارد میکنید هم لینک ورزشی شما هست، لینک کیت ورزشی شما هستش. میاد اینجا لینکتون رو کپی میکنید، کپی لینک رو میزنید و توی این قسمت لینکتون رو پیست میکنید دوستان. اینجا هم میتونید یک توضیح مثلا بنویسید که اگر میخوای ورزش رو آغاز بکنی، بیا روی این لینک که برات قرار دادم کلیک بکن. بعد روی سیو میزنید و خیلی راحت میتونید کلی بازدید به دست بیارید و از این طریق درآمدهای خیلی خوبی رو کسب بکنید. مرسی که تا آخر ویدیو رو نگاه کردید دوستان. امیدوارم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. اگر ویدیو براتون مفید بود، خوشحالم میکنید که کانال منو سابسکرایب بکنید، لایک بکنید و کامنت هم بذارید. دمتون گرم و تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.